مرموش بگیرش، مرموش چی نگرفتیش موش؟ سینه به دردی خورده باشی؟ من دستم بهت نرسه. دیگه هم نمیتونی از دستان بری در او قول کردم شیلی داشتم اینجا دیوار هروار نیست میندازی یه وقت خودی نکردی میافتی دست پات میشی درو بسته قفل کرده الان میاد خیلی مغزی از پشت بوم برم بایی چه بهش گفتی؟ هیچ پس چه ازش میترسی؟ او لاغر مردنی رو دیدی؟ اسبون؟ ها اسمش پرسید و میگه رخش خندید و بهش برخورد سی قیدی شد برون؟ وایسی بیا اینجا توفنگتو بگی دست دنبال من بیا چیه؟ کجا میبریش؟ شکونه اسمای عزیز خانه میخواد بره حضور اسبشو بگیر ببند به درخت همینجا وایس تا بیا همراه من بیا سرکردتون تو اون چادره؟ حرف نباشه، را بیا از چرونی؟ بله چند ساله تو این صحرایی؟ 7-8 سال باریکالله، پس خودتی رفتی؟ یک کلمه اضافه نمی فقط بله خاتون نه خیر خاتون، چشم خاتون نه یک کلم کمتر، نه یه حرف بیشتر هر وقتم صدا کردم اجازه مرخصی خاتون و میادی رو
اجازه حضور خاتون. اجازه فرمودن. سلام. سلام عرض کردم خاتون. سلام رودم. بگو ببینم کجا بودی؟ کدام از خدا بی خبر نحس و نفرین راه تو برید و تو رو اینجا بود؟ کارت رعیتیه؟ بله خاتون. هیشکی نبود، نه مال و اموال، نه جاه و مقام، نه عزت و احترام، نه یه شناسا که سلامش کنه، نه یه غریبه که دلش به حالش بسوزه. یه بچه یتیم بود پسر جون، یه بچه یتیم، مرغ لنگ و بی سرور و صاحب. حرمت و جاه بابام به فریادش رسید، وگرنه کدوم شازده، کدام سرور و سرکردگی، کدام بزرگزادگی. تو شوهر منو میشناسی پسر جون؟ بله خاتون. خدا به فریاد دلت برسه. من میدونم که جون و جوونیمو باهاش سر کردم، یکی هم خدا. اینا محرمم پسر جون، ولی میخواستم سر بسته بهت بگم خیلی مکاره، خیلی خیلی زشم داده. اخیش نزدیکت دستش آرومی داره پسر جون، نه دور قریب. حالا دونستی پسر جون چجور ظالمیه؟ بله خاتون. اسم منه کی به تو گفت؟ همون که آوردت به حضور؟ بله. خاتون اسم من نبود، خاتون اسم هووی بزرگم بود. خدای شالله تقاسه منو تمام بنده هاش از این ظالم دوزخی بگیره، به حق نونه نمش. یه نون گذاشتم، بده میرزا تعارفش کنه. این سنوبرم خواهرش، هر سه تا از یه مادرن، اما باباهاشون جداست. میدونی پسر جا، خون به جگرم میکنه، خون به دلم میریزه. اگه یه وقت اومد به تو پناه آورد، گفت میخوام گدا درویش بشم، محلش ندار. خب پسر جون، خب چشم خود خونه عزیزان منو صدا میکنن، اجازه مرخصی خواهد. برو پسر جون، برو به حرفاشون گوش کن. برو پسر جون. بده من برات نگه دارم، خواستی بری بهت میدم. چه؟ چرا اینجوری نگاه میکنی؟ هیچی. داری میری حضور یه شازده راستی راستی و یه سرکرده قشون راستی راستی. از خان و ایرخان و کت خدا مقام منصبش خیلی بالا، خیلی.
اونقدر که میتونه بی عذر و بهانه بده همینجا همین الان تیروارونت کنی تموم بشه بره پیکانش. پس حواستو خوب جمع کن. سرکردتون همون شازده است که پارسال از این صحرا رد شو؟ همراه من بیا. فقط بله شازده، نه خیر شازده، چشم شازده، نه یه کلوم کمتر، نه یه حرف بیشتر. اجازه حضور حضرت والا. بیا اینجا. بیا، از توی خیمه بیا. بیا با جیوه ها بیا. مهمونه میخواین جناب شازده؟ این با مزگی ها رو با من نکن. من آدم اون شبی نیستم که راه بدم اینجوری با من حرف بزنی. بیا تا به دگم. ولی من میگم آدم اون شبی یکی دیگه بود که این قشون و دم و دستگاه رو نداشت. تو بی جا میکنی. همون شبیه هم خود من بودم. خاتون رو دیدی؟ بله شازده. خاتون بود؟ بله شازده. استکان بلده بیشوره؟ نه خیر شازده. تندی بگو از چه رنگی خوشت میاد؟ تند؟ سبز. بختت نگفت. اگر میگفتی سفید به منفعتت بود. اون دوتا رو یاد که همراه من بودم؟ سگ و چوب دست براشون وردشتی؟ راهیشون کردم اونجایی که عرب نینداخت. ولدی عرب کجا نمیندازه؟ نه خیر شازده. عیب نداره، بعدنا بلد میشه. نمک به حروما اومدند و برای همه تعریف کردند که تو با دهن نشسته اسم خاتون به زبون بود. فکرش نکن. بیا تا بهت بگم. بیا از تو این سرنه ها عالم رو تماشا کن تا ببینی. حالا نگاه. این کیه؟ میشناسیش؟ کت خدای کولیبات. این کیه؟ کت خدای مکلا. کت خدای مکلا. خب این کیه؟ عزیز خان. آره یه کمی تعجبتی هست، ولی نه اونقدر که تو میخوایی بگی تعجب کردی. حالا نگاه کن. دیگه بسته، بیا کنار. بی خود نگاه نکن.
دورن، نمیبینیشون. از صبح زود تا الان همونجا سیخ وایسادن و منتظر اجازه حضورن. و ما اینجا با رفقامون گفتیم و خندیدیم و کیف کردیم و از بردیم. هنوز که نمیگی من شازده قلابیم. نه خیر شازده. پس برو گورتو گم کن، دیگه به هر که زورت بهش میرسه در نیفت. بگو چشم، برو. چشم شازده. سلام. سلام. همون سر که اومدی برو، برو. بیا از این طرف برو. اینجا اسمتو برات فروختیم،
بیا پولشو بگیر. اسبمو فروختی؟ ها مگه نیورده بودی بفروشیش؟ آورده بودم بفروشم. پول میخواستی دیگه، مگه فرقی میکنه؟ اینم پول. شما فرستادی منو به زور آوردن اینجا، این کارا یعنی چه؟ سردار بک به امر شازده منو آورده اینجا، حالا میگین اومدم اسب بفروشم؟ به امر شازده بود؟ گمون کردم اسب آوردی پیشکش کنی انعام بگیری. انعام بگیرم؟ اسب مردمو بیارم پیشکش کنم انعام بگیرم؟ حالا ایبی نداره، یه بابای مشتری شد بهش فروختی، پول خوبی هم ازش گرفتی. بیا اگه بلدی بشماری بشمار، بلد نیستی تا برات بشمارم تحویل بگیر. من شارگم هم ببرین همچین کاری نمیکنم. بکشیم بی اسب از اینجا نمیرم. پس پول نمیخوای؟ یه اسب بدین سوار شه تا دو فرسنگی همراش برید، باقیشو خودش پیاده میره. من میرم پیش شازده بینم به چه حقی اسب منو فروخت. آی آی کجا حالو؟ اینجا دم استبل و طویله نیستا. شازده از تو بزرگترش سه روز سه روز منتظر حضورن راشون نمیدن. خیال کردی کجا هستی؟ از من میشنوی پول اسبو بگیر و برو. اسب مردمو بی اجازه صاحبش فروختین، من پولشو براش ببرم؟ من به درک که میبری یا نمیبری؟ تو کی هستی که اینقدر من میکنی؟ سوار شو بیا، سوار شو یه راست از همون جهده که اومدی برگرد. یلا ببینم مثل برق. عزیز خان خودش اینجاست، میرم بهش خبر. تو بیجا میکنی؟ دو سه نفر همراهش بید. نافرمونی کرد تا زنده زنده لحاد کردنشو جواز داری. دو فرسنگی سر جهده این مکلا هست، بازش بگیری رو برگرد. بیا نورت هم بگیر، نگهدار تو را بخور. خاتون کاری به کارش نداشته باشی، برش کنی. خاتون هم فرمودن و دستور دادن. این هم بگی خودت بخور. جیغه داد چرا کردی خاتون؟ زبونشون بند اومده ترسیدن. نترسید خاتون، الان آب دمچاقو بهتون میدم حالتون خوب میشه. هر کسی بیا در حق من مادری کن، بگو سر به سرم نذارن اسبمو بهم بدن برم. اسب خودم نیست، مال مردمه. لال شدم سرجون، زبونم بند اومد نمیتونم حرف بزنم. نونتو خوردی پسرجون؟ سالم و بیمروفم، جون و جوانیمو روی همین کاراش سوزوندم. برو ببرش، ببرش به حضور، بگو اسبشو بهش بدن، گناه داره. من شازده رو ببینم به هر زور و زبونی شده اسممو پس میگیرم. شما فقط منو ببرین حضور، باقیش با خودم. من باید هر جور شده اسممو بگیرم، مال خودم نیست، مال مردمه. مگه اسبتو نمیخوای؟ چرا؟ پس همپای من بیا هر جا رفتم، هیچ صحبت نکن، گفتنی ها با من. من الان برمیگردم، بمون همینجا.
بیا اینجا. چوپون عزیز خانی؟ بله. اون سوارا رو ببین. همین الان یکشون سوار اون از سفیده بود. نمیدونم بردش کجا. میخوای بری ازش بپرسی؟ تون بودایی میتونی بهشون برسی. کدومشون بود؟ نمیدونم، یا جلوی بود یا آخری. آوان باید سیتانتون دارم. آوان آوان فقط خواستم بدونی اینجا رو نگاه کن. کدوم قاصد قیبیش؟ بله؟ مگه بهت نگفتن قاصد رو نمی کنن؟ کو؟ پس چرا قاصدشون نیومد؟ نمیدونم. اون جمعه ای که تو میگی پسر جان کت خدای مکلا تو خونش بود.
الان 22 روزی هست زیج نشسته. همه میدونن تا 40 روزش تموم نشه محال و ممکنه پا از خونه بیرون بزنه. غیر اون من خودم، خود من گیبیش اینجا تو خونم بودم. چطور ادعا میکنی با کت خدای مکلا کنار اردوگاه منتظر حضور بود؟ من دروغ نگفتم عزیز خان، شما رو تو اون دوربین دیدم. کت خدای مکلا طرف چپتون بود، کت خدای کلیباد هم سمت راست. و خیلی هم تو همین الان نگفتی کت خدای مکلا طرف راست من بود، کت خدای کلیباد طرف چپ؟ حالا دیدی. بازش کنید. من قیبیشو از یه اسب و دو اسب بیشتر دوست دارم. خودشم میدونه. هر اسبی که باشه. بازش کن. حوصله کن. میخوام یه حرفی ازش بپرسم. تو پدر گوربگوری حروم لغمه نمک به حروم حکایت بابای... خوش داری اسمایل آقا. حرفتو ازش بپرس جواب میده. قیبیش جوون خوبیه. لازم نیست با تعارف توسری باش صحبت کنی. باشه فوش نمیده. تو بابا گوربگوری اسب مردم رو دست کی دادی اومدی عوض وچ و تاون شر رو ور تحویل همه میدی؟ من هیچی کم و زیاد نگفتم. دیگم با تو هر کی بهم فوش بده حرف نمیزنم. بله؟ دستای منو بس این زبون بقیه رو باز گذاشتی نر بابا عزیز خان؟ خیلی هم ناروایی نیست بیبیش. من فرستادم از سفرعلی هم پرسجو کردم. هر دوتون بفهمی نفهمی یه جور دروغ میگی. سفرعلی که تکلیفش معلوم، بهش حرجی نیست. ولی تو دروغهای به این خوبی را از کجا پیدا کردی ریش؟ ها؟ تو حرفشو باور کردی؟ بگیر از روی این که من نوشتم، مثلش تا پایین کاغذ بنویس. ره روی روز راه خود گم کرد به اینم مصره بعدش ره روی روز راه خود گم کرد به شب و با ستاره دشمن شد. میدونی معنیش چیه دیویش؟ آخه تو کار دیگه هم کردی، برای تفنگچی های من تفنگ کشید. به هر کی زور رسیده زور گفتی، پشت سر من به من فوش دادی، تو روی خودم به مباشرم حرف تند زدی و خیلی کارهایی دیگه. یاقی شدی قیبیش؟ من به شما فوش ندادم عزیز خان، دروغ بهتون گفتم. این حرف تو باور میکنم، ولی با میرزا علی و دیگرون نشستنت که دروغ نیست. از گم کردن تو چی میگی؟ چند تا شعر بلدی قیبیش؟ چه شعری ارباب؟ پس بلدی. گوش کن یکی برات میخونم، اگه خواستی بلد چی بلد شو. رهروی روز راه خود گم کرد به شب و با ستاره دشمن شد. نه حواسش به جاونه جایی که توانت برای خفتن شد. خفتنش را علاج مشتی آب بحر رخسار و چهره شستن شد. شستن چه؟ کدام رخ شستن؟ باید از حول جان نمردن شد. شب اگر تیرو اگر مهتاب تاب و تب را گه نگفتن شد.
که اگر بی ستار ره بویی شب تارت برا بردن شد. و من حالا میفهمم چرا یه وقتی این شعر رو گفتم. برات خونده بودم اسماعیل آقا. یه بار توی یه مجلسی یه همچین چیزایی خوندیم، یادم نیست. مهم نیست، مهم نیست. این شعر یادم آورد قیبیش که به این آسونی ها گول هر بچه چپونی رو نخورد. تو اسب منو دزدیدی، بردی، فروختی، اومدی دریوری میگی. والله اگه گمش کرده بودی میومدی میگفتی گم کردم برم. درست میگم؟ خوب موچته گرفتم. آره پسر، یک کاغذ میمیسم میبری میری به کت خدای کولیباد و اسب منو از اون میگیری و برام میاری. کت خدای کولیباد؟ ها همون. خوب پیدا کردم به کی فروختی، نه پسر؟ نه. نه که پس یه مال مردم خور دیگه است. برو اسب منو به هر کی فروختی ازش بگیر بیار. برعکس و اتفاقا از قضا من این اسب از همه اسبام بیشتر دوست دارم. برو حق در شده پیداش کن. هم پاش برید. اگه پی دوز و کلک بود زنده زنده خاکش کنید تا بفهمه من کیم و ارباب عزیز خان یعنی چجور خان و اربابی. هفت جد و ور جدی ازت سگ شد هست کنی. بریم بریم. آماده ندارم، رفتم چند در شهر دیدم. بگو در رو چارتا سلام شانسه.